الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام خدمت دانشان عزیز امیدوار هستم که همه شما خوب و سرحال باشید در ادامه بحث فیزیولوژی دستگاه گوارش می‌رسیم به محتوای هشتم آموزشی که در این محتوا در مورد ترشحات پانکراسی صحبت می کنی. به طور کلی اهداف این جلسه آموزشی عبارتن از یک شما باید بتوانید ساختار آناتومیک پانکراس را از نظر ترشحات اکزوکراین و اندوکراین بحث کنید به ویژه دوم باید بتوانید ترکیب شیره پانکراسی را صحبت کنید و توضیح دهید سوم انتظار میره که بتوانید مکانیزم های درون سلولی ترشح شیره پانکراسی را بحث کنید چهارم باید بتوانید ارتباط بین غلظت یونها و سرعت ترشح را در شیره پانکراسی بحث کنید و نهایتا آخرین هدف آموزشی این است که باید بتوانید مراحل اصلی ترشح شیره پانکراسی را توصیف کنید و کاملا توضیح بدهید این پنج هدف آموزشی هستند که برای این جلسه در نظر گرفته شده است اما ترشوه شیره پانکراسی چگونه است؟ به طور کلی شما میدونید که پانکراس دو بخش داره این الان در این شکل شما این قده پانکراس رو ملاحظه میکنید دو بخش داره یه بخش اندوکراین هست که اینجا که در واقع بهش میگیم جزاید لانگر هانس که درصد کمی از پانکراس رو تشکیل میده کمتر از پنج درصد پانکراس رو تشکیل میده ولی بخش اعظم پانکراس در واقع بخش اگزوکراین پانکراس هست که مسئولیت ترشحات شیره پانکراسی را به عهده داره وقتی شیره پانکراسی تولید شد حالا صحبت میکنیم از طریق یه مجرایی به اسم مجرای پانکراسی در محل دیودنال پاپیلا به داخل دیودنوم آزاد میشه همراه با چی؟ همراه با مجاری که از کبد و همچنین کیسه صفرا میاد به صورت مشترک در این ناحیه در ناحیه دیودنال پاپیلا به داخل دوازده ترشوهادشون آزاد میشه پانکراس هم دو فانکشن داره یه فانکشن اگزوکراین ای. هست که امروز صحبت میکنیم که در واقع ترشحات بخش برون ریز پانکراس را شامل میشه و یک ترشح هم ترشح اندوکراین هست که چندین هورمون هست که توسط بخش اندوکراین پانکراس تولید و ترشح میشن که این را شما بعدا در فیزیولوژی قدرت درون خواهید خواند اما میخوایم ببینیم از نظر آناتومی بخش اگزوکراین پانکراس که مسئولیت شیره پانکراسی را به عهده داره چگونه است در اینجا شما یک ساختار در واقع پانکراس را ملاحظه میکنید اگر بخواهم بخش اگزوکراین پانکراس را برای شما توصیف کنند شما فرض کنید یه خوشی انگور رو در نظر بگیرید هر کدوم از اون دانه های انگور در واقع آسینوس را تشکیل میدن آسینوس در واقع واحد ترشوهی ترش بخش اگزوکراین پانکراس هست که در این شکل شما این آسینوس رو بزرگتر می بینید که این آسینوس دارای سلولایی هست موسوم به سلولای آسینار که الان شما این سلولای آسینار رو ملاحظه میکنید و این سلولای آسینار مسئول ترشوه بخش اگزوکراین پانکراس هستند خب این سلول ها وقتی ترشوهاتشون رو انجام میدن ترشوهاتشون رو به داخل یک مجرای میریزن بهش بگیم مجرای اینترکالیتد پس مجرای اینترکالیتد ترشوهات هر کنوم از آسینوس ها رو خارج میکنه و بعد این ترشوهات وارد یک مجرای بزرگتری میشه که بهش بگیم مجرای اینترالوبولار انتر و بعد این مجار مجاری اینترالوبولار ختم میشن به یه مجرای بزرگتری به اسم مجرای اینترلوبولار که این مجرای اینترلوبولار در واقع ترشحات لوبول های مختلف پانکراس جمع میکنه و نهایتا همه این مجاری اینترلوبولار ختم میشن به مجرای پانکراسی اصلی که ترشحات را به داخل روده هدایت میکنه در این شکل شما دو تا سلول رو ملاحظه میکنید این یک سلول آسینار هست که مسئولیت ترشح شیر پانکراسی رو به داره علاوه بر این سلول آسینار در اینجا هم شما یه سلول مجاری را میبینید پانکراتیک داکت اپیتلیال سل که اینها هم نقش مهمی در تنظیم ترشح بخش برونریز پانکراس را دارن که در ادامه بحث من به اینها میپردازم پس هم شما باید با سلول آسینار آشنا باشید که اگر نگاه کنید این سلول آسینا یک ویژگی سلول های ترشح کننده پروتئین رو دارن هسته بزرگ دارن در اینجا شما گرانول های ترشحی رو میبینید شبکه اندوپلاسمی گسترده را میبینید پس هم باید با این سلول آشنا باشید و هم با سلول های مجاری که نقش مهمی در ترشح بیکربنات را بازی میکن. خب پس به طور خلاصه آسینوس ها یا لوبول ها که از سلول های آسینا تشکیل شدن ترشحاتشون وارد مجزای انترکالیتد میشه از مجزای انترکالیتد وارد مجزای اینترالوبولار میشه و از این مجاری ترشحات وارد مجزای بزرگتری به اسم اکسترالوبولار یا اینترلوبولار میشه و نهایتا وارد مین یا مجزای اصلی میشه که ترشحات را به سمت روده هدایت خب سال اساسی که مطرح میشه اینه که ترشحات پانکراسی چه اجزایی داره در واقع الیمنت های ترشح پانکراسی چیا هستن به طور کلی بچا ما در ترشح خارجی پانکراس ترشح اگزوکراین پانکراس دو ترکیب اصلی داریم یک محلول آبکی حاوی بیکربنات که این محلول دو کار مهم انجام میده اولا اسید میدرا خونسا میکنه یعنی وقتی وارد دوازده شد اسید میدرا میکنه دومی که یه محیط بسیار مطلوب اپتیمال برای فعالیت آنزیم های گوارشی در روده ایجاد میکنه و مهمترین محرده که هم که در ترشوه این محلول آبکی نقش داره هرمون سکرتین است که از روده در پاسخ به یون هیدروژن در پاسخ به اسیدیتی لومن روده ترشح میشه جزء دوم آنزیم های پانکراسی هستند که خیلی خیلی مهم هستند که این آنزیم ها نقش مهمی در تجزیه پروتین ها چربو، چربی ها و کربوهیدرات‌های های رژیم غذایی رو دارن و عوامل زیادی در تنظیم ترشح جزء آنزیمی دخالت دارن که مهمترینشون هورمون سیسیکا هست که حالا در ادامه بحث به اون خواهم پرداخت. خب اما ابتدا میخوام راجع به بخش آنزیمی پانکراس صحبت کنم خب بچه ها بخش آنزیمی پانکراس حاوی آنزیم های متعددی هست که در این جدول شما ملاحظه میکنید آنزیم تریپسین، کیمیوتریپسین، الاستاز، کربوکسی پرپیداز اینا آنزیم هایی هستند که در تجزیه پروتین ها نقش دارد آنزیم فسفولیپاز که در تجزیه فسفولیپید ها نقش داره آنزیم لیپاز که در تجزیه لیپید ها نقش داره آنزیم آمیلاز که در تجزیه کربوهیدرات ها نقش داره آنزیم کلسترول استراز که در تجزیه استرهای کلسترول نقش داره و آنزیم ریبونوکلئاز و دی که اینا در تجزیه اولی آرنه و دومی در تجزیه دی اینه نقش داره منطقه بچه ها نکته مهم اینه که همین این آنزیم ها ببینید آنزیم های گروه اول اینا به صورت چی هستن؟ یعنی آنزیم تریپسین، کمیو تریپسین، الاستاز، کربوکسی پپتیداز و فوسفولیپاز به صورت ایناکتیو ترش روح می شون. و در داخل گرانول های قرار می که میشون می گیم گرانول های و بعد در روده ابتدا آنزیم تریپسین توسط یک آنزیمی به اسم انتروکیناز که روی قشای سلول روده است فعال میشه و بعد تریپسین میتونه آنزیم های دیگه را فعال به بار دیگر این آنزیم ها وقتی که در قده پانکراس هستن یا در مجاری هستن فاقد فعالیت آنزیمی هستن چون به صورت اینکتیو هستن اما وقتی وارد روده شدن در یه فرایند فعال میشن و اونجا میتوانن فعالیت های حضمی خودشون رو شروع کنن خب اونجا که در اسلاید قبلی که راجع به آنزیم ها اشاره کردم حالا بعد نیست اینجا یک نگاه گذرای به آنزیم های گوارشی داشته باشیم به صورت کلی خب ما دو تا آنزیم در زبان داریم در دهان داریم یکی آنزیم آمیلاز هست و یکی هم لیپاز زبانی هست بعد میایم در معده آنزیم پپسینا داریم بعد در پانکراس آنزیم آمیلاز تریپسین کمیوتریپسین کربوکسی الاستاز و همین آنزیم هایی که در اسلاید قبلی نام بردم را داریم در روده آنزیم انتروکیناز رو داریم در قشای سلول روده که نقش مهمی در فعال کردن تریپسین و, و به دنبال اون فعال کردن سایر آنزیم ها داره و همچنین آنزیم هایی داریم تحت عنوان دیساکاریداس که شامل مالتاز سوکراز، لاکتاز، تریهالایز و ایزومالتاز هست و همچنین آنزیم های پپتیداز ها را داریم که اینا همه آنزیم های براش بوردر هستن یعنی در های سلول روده هستند که بعدا راجع به اینا من صحبت هم. خب اما سوال اینه که آنزیم های پانکراسی چگونه ترشح میشن خب عرض کردم آنزیم های پانکراسی پروتئین هستن و خب شما الان میدونید که برای اینکه پروتئین سنتز بشود ابتدا باید ژن پروتئین بیان بشه مسنجر آر ان تولید میشه و این میاد در شبکه اندوپلاسمی و در اونجا عمل ترانسلیشن انجام میشه پروتئین ساخته میشه پروتئین وارد دستگاه گلجی میشه و از اونجا به سمت واکل های متراکم کننده منتقل میشه و نهایتا به داخل گرانول های منتقل میشه که بهشون میگیم گرانول های زیموجن که این گرانول ها در واقع مسئول ذخیره آنزیم های گوارشی هستند حالا در این شکل اگه شما دقت کنید در اینجا اومده بازه زمانی حضور هر کنو از این پروتین ها در بخش های مختلف در اون سلول را نشون داده برای اینکه ما بتوانیم این فرایند را ترک کنیم پیگیری کنیم حتما باید از ترکیبات رادیواکتیو استفاده کنیم وقتی مثلا اسیدهای آمنی رادیواکتیو تزریق میشوند نگاه کنید معمولا مثلا بعد از سی دقیقه وقتی سنتز پروتئین شروع میشه آثار این اسیدهای آمنی در دستگاه گلچی پیدا میشه بعد از مثلا 60 دقیقه بین سی تا 60 دقیقه اینا در گرانول های در واکول های متراکم کننده هستند و بعد نهایت مثلا در 120 دقیقه حد اکثر حضور را در گرانول های زیموجین دارند یعنی از شبکه اندوپلاسمی منتقل شدن و اومدن در گرانول های زیموجین و به صورت ذخیره باقی میمونن این استفاده از اسیدهای رادیواکتیو در واقع روشی است در بیولوژی سلولی برای ترک کردن فرایند سنتز پروتئین و اینکه پروتئین چه مسیرهایی را میتونه طی کنه خب عوامل زیادی هستند که می توانند ترشح جزء آنزیمی را افزایش بدن که من بعد به اونها اشاره میکنن ولی که ولی یکی از مهمترین عوامل آنزیم سیسیکا هست در اینجا نگاه کنید بچه ها در محور افقی ما قلزت آنزیم را داریم که به صورت لوگاریسمی نشان داده شده و در محور عمودی ما میزان ترشح آمیلاز را به عنوان شاخصی از ترشح جزء آنزیمی پانکراس میتونیم ملاحظه کنیم وقتی وقت وقتی غلظت سیسیکا افزایش پیدا میکند میزان ترشح آمیلاز هم چی میشه زیاد میشه که مهمترین عامل عامل برای ترشح جزء خارج جز آنزیم پانکراس هورمون سیسیکا است البته عوامل دیگری هم هستن یکی از اینها جی آر پی هست یا گاسترین ریلیزینگ پپتاید یکی وی آی پی هست یا ویزو اکتیو اینتستال و یکی هم کلسیتونین جین ریگولیتد پپتاید است سی جی آر پی اینا هستن و یکی از اینا هم استیلکولین هست که در اینجا شما اگونیست استیلکولین یعنی کاربوکولو میبینید مونتا اگه دقت کنید حساسیت سلول های آسینار به سیسیکه بسیار بیشتر از ترکیب دیگر هست. چون در قلزت خیلی بالا ها حد اکثر اثر را داره ولی مثلا برای اینکه ما بتوانیم اثر اصل یا کاربوکول رو ببینیم باید قلزت خیلی افزایش پیدا کنه و این نشون میده که حساسیت یا سنسیتیویتی استیل به تحریک پاراسمپاتیکی یعنی استیل کمتر از سیسیکا هست خب در این اسلاید در شما اثرات تقویتی سیسیکا و وی آی پی رو ببینید ببینید وقتی وی آی پی وقتی سیسیکا به تنهایی تزدیق می این اثرش اما وقتی همراه با سیسیکا وی آی پی هم هست ترشح به صورت قابل توجهی افزایش پیدا میکنه که رو میگیم اثرات پوتن یا اثرات تقویتی که این وی آی پی هم در قده پانکراس از انتهای نورون‌های پاراسمپاتیک آزاد میشه و اثر سیسیکا را افزایش میده خب در این اسلاید بچه ها سآل اینه که سیگنال های درون سلولی یعنی سیگنال هایی که منجر به افزایش ترشح جزء آنزیمی می شوند چیا هستند این اسلاید به خوبی این سیگنال ها رو داره نشون میده گفتیم مهمترینشون هورمون سیسیکا هست بعد هورمون استلکولین است که سیسیکا و استلکولین از طریق پروتئین های جی با افزایش غلظت آی پی 3 نهایتا منجر به افزایش غلظت کلسیم میشه علاوه بر سیسیکا و استلکولین هورمون وی آی پی یا نوروترانسمیتر وی آی پی چون هم میتونه به عنوان هورمون عمل کنه و هم به عنوان نوروترانسمیتر و همچنین هورمون سکرتی اینا هم از طریق پروتئین های جی عمل میکنن منتها غلظت سیکلیک ای ام پی رو در درون سلول افزایش میدن پس ما در واقع دو مسیر سیگنالینگ در سلول های آسینار داریم که هر دو مسیر منجر به افزایش ترشح میشن یکی مسیر آی پی کلسیوم هست که منجر به فعال شدن کالمودولین میشه و به دنبال آن پروتین کینازای های مربوط و یکی هم مسیر سیکل ایم پی پروتین کیناز ای هست در اینجا هم شما بچه ها های زیموژین را ملاحظه میکنید که وقتی این سیگنال ها گلزرشون در درون سلول افزایش پیدا کرد این گرانول های حاوی آنزیم های پانکراسی به صورت اگزوسیتوز محتویاتش را به داخل لومن آسینوس میریزن و بعد از اونجا منتقل میشه به مجرای اینترکالیتی و اون مسیری که خدمت شما توضیح دادم در این شکل شما ملاحظه کنید تاثیر قلزر سیسیکا را بر میزان کلسیومی در اون سلولی نشون میده در اینجا قلزر سیسیکا ده پیکو مول هست در اینجا رسیده به یک نانو مول نگاه کنید چقدر به صورت سیگنیفیکن و شار قلزر کلسیوم به دنبال تزدیق سیسیکا افزایش پیدا میکنه و فرایند اگزوسیتوز تحریم میشه پس بچه از نظر سیگنال ترانس دکشن پس فی ما دو مسیر در سلول آسینار داریم یه مسیر وابسته به کلسیوم هست و یک مسیر هم وابسته به سیکلیک هست و این خیلی مهم اینه که اینها با هم آوه لپین دارن و اثرات همدیگر را رو روی فرایند اگزوسیتوس تقویت میکنن و این کمک میکنه به افزایش ترش خب حالا سوالی که مطرح میشه اینه که چرا آنزیم های پانکراسی خود, خود پانکراس هضم نمی کنن یعنی سرف دایجستشن چرا اتفاق نمی بفت؟ خب قبلا خدمت شما کردم علتش اینه که این آنزیم ها در داخل گرانول های زیموجین قرار دارن و به صورت اینکتیو هستن غیر فعال هستن برای که فعال بشن باید غلظت و تریپسین تولید بشه تریپسین هم توسط آنزیم به اسم انتروکیناز در قشای سلول های روده فعال میشه یعنی تریپسینوژن تبدیل میشه به تریپسین و بعد تریپسین میتونه چی؟ منجر به فعال شدن آنزیم‌های های دیگه بشه علاوه بر این اعتقاد بر اینه که در شیر پانکراسی یک پروتئین دیگه وجود داره به اسم تریپسین اینهیبیتور مهار کننده تریپسین که این از فعال شدن خود به خودی تریپسین در شیر پانکراسی جلوگیری میکنه چون وقتی تریپسین فعال شود یعنی وقتی تریپسینوژن تبدیل میشه به تریپسین تریپسین میتواند آنزیم های دیگه را فعال کنه و این میتونه خطر بسیار بلقوهی برای پانکراس باشه خب در این شکل شما ملاحظه میکنید نحوه فعال شدن آنزیم های پانکراسی را عرض کردم در تریپسینوژن. توسط آنزیم انتروکیناز این یه سلول روده هست تبدیل میشه به تریپسین و بعد تریپسین میتونه تریپسینوژن پروکربوکسی پپتیداز پروکولیپاز و پروفوسفولیپاز را تبدیل کنیم به آنزیم فعال و بعد فرایند هضمیه هضمی چربی ها پروتئین ها و کربوهیدرات ها شروع بشه خب اما جزء آبکی ترشح پانکراس خب جزء آبکی ترشح پانکراسی در واقع دو بخش یه بخش محلول سرشار و از اناسل هست که این توسط سلول های آسینار تولید میشه که حالا در شکل بعدی من توضیح میدم و بخش دوم بیکربنات است که این بیکربنات توسط سلول های مجاری تولید میشه و هورمون سکرتین نقش مهمی در ترشح بیکربنات توسط سلول های مجاری بازی میکنه ابتدا یک محلول ایزوتونی توسط سلول آسینار تولید میشه و بعد در ادامه روند هورمون سکریتی میتونه رو سلول مجاری اثر بذاره و ترشح بیکربنات را به داخل شیره پانکراسی افزایش بده این شکل در واقع بچه ها ترشح NaCl را توسط سلول های آسینار نشون میده اینجا لومن آسینوس هست اینجا هم مایه میان بافتی هست روان به این شکل هست که در اثر فعالیت پمپ سودیوم پوتاسیوم یک شیب غلظتی برای سودیوم وجود داره و این شیب غلظتی کمک میکنه که کلور پوتاسیوم و همچنین سودیوم توسط یه حاملی به اسم کوترانسپورتر سودیوم پوتاسیوم کلور وارد سلول بشه و در سر فعالیت این حامل قلزت کلور و قلزت پوتاسیوم در درون سلول افزایش پیدا میکنه منتها وقتی قلزت پوتاسیوم افزایش پیدا کرد در سر فعالیت پمپ سودیوم پوتاسیوم و همچنین توسط این حامل یونای پوتاسیوم میتونه مجددا از طریق کانال های پوتاسیومی که در قشای بیزولت را قرار دارن برگردن به داخل فضای میان بافتی خب کلور وقتی توسط این حامل افزایش پیدا کرد سبب میشه که یه شیب الکتروکیمیکال برای کلور ایجاد میشه و این کلور را هدایت میکنه از درون سلول به سمت لومن آسیوس به علت وجود کانال های کلوری که در قشای لومینال قرار داره کلور وارد فضای چی میشه؟ آسیلوس میشه خب وقتی کلور این کار انجام داد فرایند پنجم اتفاق میفته بدی معنی که داخل لومن نسبت به فضای میانبافتی منفی میشه و این منفی شدن سبب میشه که یونهای سدیم از فضای میانبافت به داخل لومن منتقل میشه وقتی که یونهای سدیم منتقل شدن اسمولاریته در اینجا افزایش پیدا میکنه و به دنبال مولکول های آب از فضای میانبافتی به داخل لومن منتقل میشه این بچه ها در واقع فرایندی است که اناس توسط سلولای آسینار ترشح میشه بعضی از عوامل هستند که نقش مهمی در افزایش ترشح اناسل بازی میکنن که مهمترین سیسیکا هست بچه ها دقت کنید سیسیکا در خیلی از کتاب, کتاب ها آمده که ترشح جز آنزیمی را زیاد میکنه اون کاملا درسته اما ترشح اناسل هم توسط سلولای آسینار توسط سیسیکا و سیستم کلینرژیک افزایش پیدا میکنه چون هم سیسیکا و هم سیستم کلینرژیک اینجا شما میبینید سیستیکا غذای کلسیوم رو زیاد میکنه از هم از طریق گیرندهای موسکارینی نو کلسیوم رو زیاد میکنه و افزایش کلسیوم یک محرک قوی برای ترشح کلور هست و سیسیکا و اسلکولین میتونن جزء آبکی در واقع ترشح پانکراسی را افزایش خب اما نکته مهم بعدی اینه که بخش بیکربنات یا محتوای بیکربونات شیره پانکراسی عمدتا توسط سلولای چی توسط سلولای مجاری ترشح میشه بچه این سلولای مجاری هست با سلول دو تا قشا دارن یه قشای لومینال دارن و یکی هم قشای بیزولترال فرایند به این شکل است که در قشای لومینال یک اکسچنجری وجود داره به اسم اکسچنجر کلور بیکربنات که در اصل این فعالیت کلور وارد سلول میشه کربونات به داخل لومه ترشح میشه حالا این بیکربونات که به داخل لومه ترشح میشه بخشی از طریق قشای بزولترال وارد سلول میشه یعنی از طریق حامل سدیم بیکربنات ترانسپورتر و بخشی از بیکربونات هم در درون سلول تولید میشه بریم معنی که CO2 میاد در درون سلول آبم تجزیه میشه به اوهاش منفی و هیدروژن اوهاش منفی با CO2 ترکیب میشه و بیکربنات تولید میشه و بیکربنات به داخل لومه ترشح میشه حالا هیدروژنی که تولید شده این هیدروژن توسط دو عامل به فضای میان بافتی میاد یک توسط سودیوم هیدروژن اکسچنجر دوم پمپ هیدروژن بدن چه خونی که پانکراس رو ترک میکنه اسیدی تر هست چون قلزت هیدروژنش بیشتر از قلزت بیکربوناتش کمتر خب بعد از اینکه اتفاق افتاد بچه در مرحله پنجم لومن نسبت به فضای میان بافتی منفی تر میشه چرا؟ چون بیکربونات ترشو شده درسته؟ وقتی بیکربنات ترشو میشه سودیوم به خاطر منفی بوده لومن از فضای میان بافتی به داخل لومن منتقل میشه از طریق تای جامچن هایی که وجود داره و به دنبالش مولکول آب هم منتقل میشه حالا این یونای کلوری هم که از طریق این اکسچنج وارد سلول شدن دوباره توسط کانال های کلوری که در قشا وجود دارن میتونن به داخل لومن برگردن که یکی از این کانال های کلوری بهش میگیم CFTR سیستیک fibrosis transmembrane regulator این کانال خیلی مهم هست چون اگر این کانال نباشه آسیب ببینه شخص دچار بیماری میشه به اسم سیستیک فیبروسیس که در اینجا ترشحات کاملا قلیز میشه چون میکانیسم های ترشح مختل میشه و بسیار در واقع بیماری کشنده ای هست هم میتونیم در سیستم ریوی این آثار رو ما ببینیم هم میتونیم در پانکراس این رو پس بچه ها در سلول های مجاری اتفاقی میفته تبادل بیکربران و کلور هست و دکتر خیلی مهم اینه که مهمترین عاملی که در واقع ترشوه بیکربن رو افزایش میده سکرتین هست سکرتین هست که این کار رو انجام میده علاوه بر سکرتین اسید کلی هم خیلی موثر هست سکرتین میاد قلزت سیگلیگه ایمپی را زیاد میکنه اینجا و با افزایش غلظت سیکلیک ام پی فعالیت کانال های کلوری را زیاد میکنه و از طرف دیگر استلکولین هم ترشوی رو زیاد میکنه و چرا چون استلکولین منجر به افزایش کلسیوم میشه و افزایش کلسیوم هم در فرآیند های نقش مهمی را بازی میکنه پس من هم نحوه ترشو توسط سل آسینا را توضیح دادم و هم نحوه تراشو و سلول های مجاری را توضیح دادم خب حالا در این شکل ملاحظه کنید سوال اینه که چه ارتباطی بین سرعت ترشو و قلزت یونها در شیره پانکراس وجود داره نگاه کنید در سرعت های مختلف تقریبا غلظت سودیوم و پتاسیم در شیره پانکراس ثابت است اما وقتی سرعت ترشو کم هست شیره پانکراسی عمدتا حاوی چیه بچه ها؟ عمدتا حاوی کلور هست سودیوم هست و پوتاسیوم اما وقتی سرعت ترشو زیاد می شود بیکربونات چی؟ افزایش پیدا به خاطر همون مکانیسمی که خدمت شما توضیح دارم حالا وقتی سرعت ترشو زیاد میشه شود بچه بالا نگاه کنید غز... قلز... پی... پی ایچ هم افزایش پیدا می یعنی شیره قلیایی تر می شود چرا؟ چون غلظت بیکربونات افزایش پیدا اما اسمولاریته تغییری نمیکنه چون کماکان محلول ترشوی ما محلولی چیه ایزو اسمولتیک است این ارتباط بین سولاد و غلظت ها را بچا من هم در شیره معده برای شما توضیح دادم که فرق میکرد و هم در بزاق برای شما توضیح دادم که فرق میکرد دقت کنید معمولا سالات امتحانی از این بحث ها زیادتر میشه خب ترشو پانکراس بچه ها در دو مرحله اتفاق میفته هم در مرحله فستینگ هست که عمده ترشو در مرحله فستینگ نیست بلکه در مرحله فیدینگ هست شما الان این سلاید رو ملاحظه کنید در اینجا شاخص ترشو ما میزان ترشو تریپسین هست درسته؟ ما در طول شبان روز مثلا نصف شب در نظر بگیریم تا شیش صبح یه ترشوه نوسانی تریپسین را به عنوان شاخص از ترشح جزء آنزیم پانکراس داریم که حاوی چهار فاز هست فاز یک، دو، سه و چهار که این همین فازهایی هستند که بهش میگیم ماگریتی موتور کمپلکس قبلا هم در باره حرکات روده برای شما توضیح دادم حرکات میده هم برای شما توضیح دادم یه نوسان ترشوی اینجوری ما داریم اما وقتی صبح صبحانه میخوریم ترشوی افزایش بده نگاه پس در طی فستینگ عمده ترشو رو نداریم بلکه در طی فیدینگ عمده ترشو رو داریم اما وقتی که حالا به نصف میرسیم یا زمانی که به فستینگ میرسیم خب طبیعتا میزان ترشو کاهش پیدا خب اما سوالی که مطرح میشه اینه که مراحل ترشوی شیره پانکراسی چگونه است اگه یادتون باشه من در مورد معده که توضیح دادم گفتم ترشحات معده در سه مرحله اتفاق میفته یک در مرحله سفالی دو در مرحله گستریک سه در مرحله اینترسینال برای شیره پانکراسیم همین هست ما سه مرحله ترشح داریم یه مرحله مغزی که معمولا 10 تا 20 درصد آنزیم ها در این مرحله ترشح میشن دیدن غذا بوی غذا نقش مهمی را داره اصلا واگ دخالت داره دوم در وحل گسترین که 15 تا 20 درصد ترشح هم در این مرحله انجام میشه که باز هم عصب واگ دخالت داره اما عمده ترشح شیر پانکراسی در محل روده ای اتفاق میفته که در این محل ما 60 تا 70 درصد ترشح رو داریم که عصب واگ هورمون سیسیکا و هورمون سکریتی نقش مهمی در فاز اینتستینال بازی می‌کنه حالا این شکل شما ملاحظه کنید گفتیم بخشی از ترشح در فاز سفالیک و گستریک اتفاق میفته خب در فاز سفالیک دیدن غذا بوی غذا سمل غذا و در فاز میدی وجود غذا در معده از مکانیسم ها و فعال کردن هسته عصب واگ در مدولا منجر به تحریک نوران های پاراسمپاتیکی میشه و این نورنهای های پاراسمپاتیکی منجر میشن که اولا گسترین ترشو بشه از مده و خود گسترین هم میتونه رو گیرنده سیسیکا ای در سیلوه آسینار متصل بشه و ترشو جز آزیم را زیاد کنه و دوم خود نوران های پاراسمپاتیکی هم رو سیلوه آسینار اثر میذارن و ترشوی جز آنزیم رو زیاد میکنن و هم میتونن رو سیل مجاری هم اثر بذارن نگاه کنید پس از از طریق گیرنده موسکارینی M3 هم رو مجاری و هم رو آسینی اثر میذاره ولی عمدتا اثر رو سیل آسینی هست در این محرم گفتیم گسترین هم نقش داره چون گسترین از نظر ساختمانی گسترین و سیسیکا با هم مشابه هستن گسترین میاد رو گیرنده سیسیکا A رو سیلو آسینال اثر میزنه و ترشو رو تعیین. اما عمده ترشو در فاز اینتستینال هست. خب در فاز اینتستینال وجود غذا و پروتئین و محصولات هضم چربی در روده سبب میشه که دو مکانیزم فعال میشه یک مکانیزم واگی مجددا. اثر واگ فعال میشه با همون توضیحاتی که دادم منجر به ترشو جزء آنزیمی و آبکی میشه. و دوم هورمون سیسیگا ترشح میشه در پاسخ به حضور چربی ها و محصولات پروتئین هورمون سیسیگا ترشح میشه از سلول های موجود در دیواره روده و سلول آی و این سیسیکا میاد رو سلول آسینی اصل میذاره و منجر به ترشح جزء آنزیمی میشه و قوی ترین محرک در واقع برای جزء آنزیمی هورمون سی خب علاوه بر این حضور یونای هیدروژن در دوازدهه منجر به تحریک سلول اس میشه در دیوار دوازده و سلول اس هورمون سکرتین آزاد میکنن که این هورمون سکرتین ملاحظه کنید میاد رو سلول های مجاری اثر میذاره و منجر به افزایش ترشح بیکرب پس اگر بخوایم اینجا جمع کنیم میتونیم در فاز ای یک سیسیکا منجر به افزایش ترشح جزء آزمی میشه دو سیکلتین منجر به افزایش ترشح جزء آبکی میشه منتها یه نکته ظریف وجود داره و اونم این است که این دوتا میتونه اثرات همدیگه رو تقویت کنه یعنی سیسیکا میتونه اثر سیکلتین رو تقویت کنه و سیکلتین هم میتونه اثر سیسیکا رو تقویت خب اگر بخوایم کنترل ترشح پانکراسی را حالا یه ذره بیشتر توضیح بدیم و جنبدی کنیم میتونیم می بگیم یک کنترل عصبی است که عصب واک هست توضیح دادیم که اصل کنی عصب گیرنده های موسکانی ام عمل میکنه و همچنین از انتهای عصب واک وی آی پی آزاد میشه ویزو اکتیوی و این منجر به افزای ترشح بشه منتها تحریک سمپاتیکی که این رشای سمپاتیکی از عقده سلیاگ از شبکه سلیاگ و میزانتریک می میگیرن اینا اثر مهاری دارن پس این شد سیستم عصبی در سیستم هورمونی یک گروه اثرات تحریکی دارن که اینا عبارت از یک سیسیکا از سری کلسیم عمل میکنه سیکریتین از سری پی عمل میکنه انسولین اثر تحریکی داره هم اثر سیسیکا و سیکریتون میتونه تقویت کنه و هورمون موتیلین که این در طی در واقع فستینگ آزاد میشه و میتونه در اون ترشحات فازی که پانکراسی در طی فستینگ نقش داشته باشه و عوامل هورمونی هم اینا هستن یکی هورمون سوماتستاتین هست یکی پولیپپتید پانکراسی هست که خود پلیپپتید توسط اس واگ سیسیکا سکرتین و گاسترین آزاد میشه و یکی هم انکیفالین ها اینا اثرات چی دارن اینها اثرات مهاری دارن ها طبیعی هست در طی فستین اثرات مهاری غالب است و ترشو کاهش پیدا میکنه در حالی که در طی فیدینگ اثرات تحریکی غالب هست و ترشو افزایش پیدا اما بریم در کلینیک مهمترین آرزه در کلینیک برای پانکراس در واقع پانکراتیت هست یا التهاب پانکراس که این التهاب پانکراس میتونه به دو شکل اکیوت یا کرونیک باشه اصلیترین دلیل برای التهاب پانکراس بچه ها یکی مصرف زیاد الکل هست و دومین دلیل در واقع سنگ های صفراوی هستن این دو عامل یعنی سنگ صفراوی و مصرف زیاد الکل بیش از 75 درصد دلایل التهاب حاد پانکراس هست حالا شما ممکن سوال کنید که گالستون یا سنگ های صفراوی چگونه عمل میکنن داستان به این شکل هست که سنگ های صفراوی میتونن بیان دیودنال پاپیلا را مسدود کنن یعنی اون جایی که ترشحات پانکراس و مجرای صفراوی مشترک به داخل روده ریخته میشه اونجا رو ببندن وقتی اونجا بسته بشود غلظت آنزیم های پانکراسی در مجاری و همچنین در آسینی افزایش پیدا میکنه خب بعد چه اتفاق میفته بعد وقتی غلظت افزایش پیدا کرد تریپسینوژن غلظتش خیلی بالا میره و این تریپسینوژن غلبه پیدا میکنه بر مهار کننده تریپسی که گفته یه پروتئین است و در نتیجه تریپسینوژن در پانکراس یا در مجاری تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به تریپسین خب وقتی که تریپسین فعال شد بچه آقا شما الان میتونید تحلیل کنید آنزیم های دیگه هم فعال میشن مثل کیمیا تریپسینوژن فعال میشه کربوکسی پپتیداز فعال میشه در واقع یه حلقی معیوبی ایجاد میشه که آنزیم های پروتئولایتیک فعال میشن که این آنزیم های پروتئولایتیک میتونن منجر به آسیب جدی بجاری پانکراسی و ها بشن خب طبیعی است این آنزیم ها میتونن منجر به هضم بخش های اصلی پانکراس بشن و بعضی وقتا میتونن منجر به تخریب کامل پانکراس و آسیب توانایی پانکراس برای چی برای ترشح آنزیم ها بشن خب معمولا التهاب کرونیک پانکراس یه فرایند اصطلاحاً آنگوینگ هست یه فرایند پیشتبنده هست که وقتی مثلا ما التهاب حد پانکراس رو به صورت ریلپسینگ داریم یعنی اوت کننده داریم که حالا به علت گالستون هست یا به علت مصرف زیاد الکل این التهاب حد پانکراس میتونه اتفاق بیفته و به دنبالش التهاب کرونیک اتفاق میفته در طولانی مدت منجر به التهاب کرونیک پانکراس میشه البته علاوه بر این دو فاکتوری که خدمت شما عرض کردم فاکتورهای دیگر هم کمک میکنن به التهاب کرونیک پانکراس که یک از اینها سموکینگ هست دوم قلزت بالای ها و سوم بیماری خودیم. هست اینا هم نقش مهمی در التهاب کرونیک پانکراس بازی میکنن ولی اون دو عامل یعنی مصرف بالای الکل و گالستون سنگای صفراوی تقریبا بیش از 75 درصد دلایل التهاب حاد پانکراس هستن خب بچه ها بحث ترشحات پانکراسی در اینجا به اتمام رسید مجددا تاکید میکنم کتاب اصلی ما کتاب مدیکال فیزیولوژی گایتون هست و کتاب های کمکی هم یکی برن هست و دیگری کتاب گانون همه شما رو به خداوند من نام میسپارم و انشالله در جلسه بعدی در مورد ترشحات صفراوی و اعمال کبد صحبت میکنیم موفق و معید و سربلند باشید